دوستان عزیز، به دانشکده آتش خوش آمدید. اولین شرط عضویت در دانشگاه آتش اینه که هرگز اجازه ندید باد، بارون، تگرگ، سیل، سرمای 40 درجه زیر صفر و حتی ابابیل از آسمون اگه بیاد مانع کباب کردن شما بشه. دوستان سلام، به یامی گسترونومی خوش اومدید. من مهیار هستم، در خدمتتون هستم. امشب با یک سوغاتی ویژه از قاره آفریقا، کشور موزامبیک، آفریقای جنوبی و پرتغال، در واقع ترکیبی از هر سه اینها در این رسیپی که امشب تقدیمتون میخوایم بکنیم وجود داره. از زمانی که انسان‌های نخستین استفاده از آتش رو برای آشپزی کشف کردند، فرهنگ کباب پختن در انسان‌ها به وجود اومد و میتونید مطمئن باشید که علی‌رغم اینکه ما اعتقاد داریم که کباب نزد ایرانیان است و بس و فقط ایرانیان بلدن کباب درست بکنن، مطمئن باشید که در طی تمام این قرون از اون زمان تا به زمان حال در تمام کشورهای دنیا در 4 گوشه جهان ده ها هزار متد مختلف تهیه کباب و باربیکیو وجود داره. من علی‌رغم اینکه خیلی علاقه‌مند هستم به جوجه کباب کلاسیک و اصیل خودمون، خصوصا اون دستور جوجه کباب حاتم که خدمتتون تقدیم کردم که واقعا یک چیز معرکه و تاریخی هست، اما در این حال علاقه خیلی زیادی دارم به خیلی از سبک‌های باربیکیو دیگری که در کشورهای دیگر فرصت امتحان کردن اینها رو داشتم. قدر مسلم تنوع چیز لازمی است. خیلی از این سبک‌هایی که در جاهای مختلف هستن شاید باب میل و ذائقه ما نباشن، خیلی از اینها شاید خیلی معقول هم نباشن، ولی خیلی از اینها خیلی هم عالی هستن و خوبه که ما به جای این که این مثال رو من خدمتتون بزنم، خیلی از کانال‌های آشپزی در فضای مجازی به 200 نحوه مختلف مجبور شدن هی جوجه کباب ایرانی درست بکنن، اینو هی توش آبیشن و پاپریکا، مایونز، نمیدونم دوغ، کشک، چیزهای مختلف عجیب غریب این تو بریزن، در صورت که خیلی راهکارهای ساده‌ای وجود داره که از دستورهای اصیل کشورهای دیگه هم بتونیم لذت ببریم و طعم‌های جدید رو کشف بکنیم. و دوستان امشب میخوام سس پری پری ناندوز رو خدمتتون معرفی بکنم. ناندوز یک مجموعه رستوران‌های زنجیره‌ایه که از آفریقای جنوبی شروع شد و به جرأت میخوام خدمتتون تأکید بکنم که روش مرغ باربیکیوی که با این سس مخصوص رستوران ناندوز درست میشه واقعا یکی از روش‌های لذیذ و خیلی دلپذیر مرغ باربیکیو هست، مرغ کبابی هست و من مطمئنم که دوستان خوش سلیقه ما از این لذت خواهند برد. من از 2 عدد مرغ حدود 1 کیلو 100 گرمی دارم استفاده میکنم که سایز اکبر جوجه در ایران به این گفته میشه. دوستان خارج از کشور آپشنی که دارید اینه که میتونید از کورنیش هن استفاده بکنید که معمولا حدود 1 پوند هستش که تقریبا میشه 454 گرم. اون یه مقدار ریزه برای انجام این کار. آپشن بهتر اینه که یه سایز از این بالاتر برید به سمت مرغی که بهش میگن گریلر چیکن. گریلر معمولا استانداردش 1 کیلو 400 گرم هست، برای این کار خیلی ایدئاله. خدمتتون عرض بکنم که این نوک بالهای این رو میبریم چون خواهد سوخت و به درد کار ما نمیخوره و اینها رو میخوایم از وسط جناق سینه 2 شقه بکنیم. این قسمت استخوان مرکز سینه رو با انگشتتون پیدا بکنید، از 1 سمت این شروع کنید به بریدن. اول یه شکاف بدید که پوست تمیز شکاف بخوره، جدا بشه. پوست که جدا کردین، این شکاف رو تا ته ادامه بدین.
با یک فشار این رو اینجوری باز میکنید و به همین ترتیب و قسمت استخوان کمر رو هم از یک سمت چسبیده به مرکز ستون فقرات انتخاب بکنید. مسیرتون رو قشنگ جایی که کارت قراره ببره از ابتدا تا انتها اینو صاف بکنید، تنظیم بکنید سر جای درستش و یک ضرب یک فشار بدید اینو تا پایین برید. به این ترتیب گردن معمولا برای این کار مورد استفاده نیست. این گردن برای سوپ و آب مرغ درست کردن خیلی بهتره. این رو هم جدا میکنیم. دو تا شقه قشنگ تر و تمیز داریم. ماجرا از این قراره که حدود 30 خورده سال پیش در شهر ونکوور داشتم در نورت ونکوور میرفتم که یه بو و دود عجیبی به مشامم خورد از توی ماشین که عبور میکردم. در یه لوکیشنی نبش فکر میکنم 16 یا 14 و لانزدیل، دوستانی که بچه ونکوور هستن احتمالا بدونن کجاست، شاید هنوزم اونجا باشه ناندوز، یک محل نفرین شده بود که 7-8 رستوران در چند سال گذشته اونجا هی باز شده بود، بعد از مدت کوتاهی ورشکست شده بودن و دیدم که یه رستوران جدیدی اونجا باز شده. این اسم و لوگوی ناندوز رو من اونجا اولین بار بالای این دیدم و بیرون رستوران منقلای بزرگی گذاشته بودن در حال کباب کردن مرغ بودن. یک فرد شکموی مثل من بلافاصله عکس العمل طبیعیش اینه که ترمز شدید میکنه، میکشه بغل و برای تحقیقات بیشتر از ماشین پیاده میشه. من این کار رو که شقه مرغ 1 کیلو خورده‌ای رو روی باربیکیو کباب بکنم زیاد انجام داده بودم به روش های مختلف و برام جالب بود، توی هیچ رستوران دیگه تا حالا ندیده بودم این کار انجام بشه. کاری که دارن انجام میدن دیدم این هست در واقع که مرغ‌های سایز گریلر رو ابتدا توی دستگاه روتیسری، دستگاه جوجه گردون تقریبا نیمپز میکردن، بعد اینو شقه میکردن، بعد روی گریل زغالی یه سوسی به این میمالیدن که خیلی عطر خوبی از این میومد بیرون. بلافاصله 2 پرس از این رو خریداری کردیم و همونجا فلفور مشغول شدیم و خیلی انصافا چیز لذیذ و عالی بود. این سوس خیلی نظر منو جلب کرد و من بارها رفتم اونجا با شف اونجا طرح رفاقت ریختم، خیلی سعی کردم که بفهمم این سوسی که ناندوز استفاده میکنه چیه، ولی هر دفعه احساس میکردم منو میپیچونن، چون به من میگن از یه فلفل مخصوصی درست میشه که فقط تو موزامبیک هست و یک همچین افسانه هایی بر من تعریف میکردن. تا اینکه این مجموعه رستوران های ناندوز به قدری رشد کرد که این سال 1987 توی آفریقای جنوبی تأسیس شد، به قدری رشد کرده که الان 1200 شعبه در سراسر دنیا داره و شما میتونید مطمئن باشید که این چیزی که من امروز دارم برای شما درست میکنم مورد اقبال بسیاری از شکموهای جهان قرار گرفته. و رستوران ناندوز پس از مدتی این سس های برند خودش رو با چند ترکیب مختلف، چند نوع مختلف به بازار جهانی عرضه کرد و این الان در ایران هم چند سالی هست که چندین نوعش در فروشگاه خوب، سوپرمارکت های مواد غذایی خوب پیدا میشه. محتویات این رو که میخونید و در موردش توی سایت خود ناندوز میخونید متوجه میشید که نه، دوستان خیلی با من شوخی نمیکردن، واقعا این ماجرا صحت داره. من سعی کردم که چیزی شبیه این سس رو با فلفل های تند مختلف و ترکیبات مختلف درست بکنم. هیچ وقت دقیقاً عین این رو موفق نشدم که درست بکنم. علت ماجرا این هست، علت این که من نتونستم که، و دوستان باز یک دست تمیز همیشه یک دست کثیف سعی کنید وقتی با مرغ کار میکنید. دوستانی هم که در مورد دستکش و اینها نگران هستن، لینک به یک ویدیویی که اشتباهات رایج در مورد
خطرات بهداشتی دستکش‌ها یک بار مصرف در موردش توضیح داده شده در دیسکریپشن تقدیمتون کردم. لطفا قبل از اینکه کامنت بدین مشاهده بفرمایید. علت اینکه طعم اینو من نتونستم دقیقاً تداعی بکنم در هیچ ترکیبی که امتحان کردم این بود که دقیقاً علت اینه که شما سیب گلاب شمرون رو هیچ نقطه دیگه ایران و دنیا ندارید. به اصفهان در هیچ جای دیگه وجود نداره. خربوزه مشهد به همین ترتیب. بادمجون ورامین به همین ترتیب. و خیلی از میوه ها و محصولات کشاورزی خاصی که در کشورهای کهن کاشته میشن در خاک به خصوص اون منطقه با اون بذر و اون نژاد به خصوص یک محصولی در میاد که شما جای دیگه نمیتونید اینو شبیه سازی بکنید. این همون بذر رو هم بردارید ببرید در صحرای کالاهاری یا در سوئیس یا در هر جای دیگه سعی کنید بکارید یا حتی در بهترین گلخانه های اسرائیل یا هلند باز نخواهید تونست که اون طعمی که از اون آب و هوا و اون خاک حاصل میشه رو بتونید بگیرید. پس من به شما قویاً توصیه میکنم که تجربه‌ای که پشت تهیه این سس هست رو دست کم نگیرید و یک بار حتما اینو امتحان بکنید. نوعی که من دارم امتحان میکنم سس ناندوز پری پریه گارلیک متوسط هست. این سس سیر داره، یه لیموی به خصوصی داره که باز محصول محلی موزامبیک هست، یه مقداری ادویه‌جات داره که خیلی استادانه بالانس شده و حضورتون عرض کنم که این مدیومه، یعنی تندیش متوسطه. سوسای ناندوز مدیوم داره، هات داره و اکسترا هات داره و اکس اکس هات داره که دیگه سوخت موشک هست و پرواز میکنید. حالا کاری که ناندوز انجام میده برای با این سوس اینه که هم برای مرینیت مرغ از این استفاده میکنند و هم حین گریل کردن روی با براش اینو روی مرغ در مراحل آخر میمالند، همون شبیه کاری که با سس باربیکیو انجام میشه ولی با یک نتیجه بسیار متفاوت. و برای مرینیت کردن مقدار کافی از این سس رو که فقط تمام سطوح رو بپوشونه، این لایه چین و چروک ها و قسمت های لابلای سینه و این شکاف بین ران و سینه و اینها، این قسمت هایی که استخوان هست، تماما اینا رو ماساژ بدید آغشته بشه. این مدل مدیوم این به حد کافی تندی داره که دلپذیر باشه و طعم همه اجزای دیگه این رو هم در این حال بتونید متوجه بشید، یعنی فقط تند نباشه که فقط اینو بخورید و بسوزید و به اصطلاح عرق بریزید و اذیت بشید. دوستان مقدار سس باقی مانده رو نگاه کنید. من قبلا برای 5 6 تا استیک مرغم از این استفاده کردم، هنوز میبینید که یه خود کمتر از نصف این باقی مونده. زیاده روی نکنید. البته در ایران یه مقدار قیمتش مثل هر چیز خارجی دیگر یه مقدار بالاست ولی کاملا ارزشمنده، یعنی اینو اگر بیش از اندازه استفاده نکنیم دوام خیلی خوبی داره و اون یه دونه شیشه واقعا برای حدود 10 تا مرغ این سایز 8 تا 10 تا میتونه مورد استفاده قرار بگیره. و ملاحظه بفرمایید مقداری که ما استفاده کردیم همه جا پوشیده شده، تمام قسمت ها زیر بال و اینا مطمئن بشید که همه جا آغشته شده بوده به این و به همین خوبی، به همین راحتی، به همین سرعت. منتها یه مقدار زمان صبر کردن هم اینجا احتیاج داره که این سس کار خودش رو انجام بده. 24 ساعت اینو ناندوز توی یخچال مرینیت میکنه و بعد اینو میپزه. به دو روش اینو میتونید تهیه بکنید. اگر باربیکیو دارید یا منقل دردار مناسبی دارین، کاری که فردا شب من میخوام انجام بدم اینه که روی باربیکیو اینو با هم دیگه بپزیم و یک ضرب تمام پخت اونجا انجام میدیم. در غیر این صورت کاری که میتونید انجام بدید اینه که در داخل فر مرحله نیم پز کردن اینو انجام بدین. خیلی راحت تر هست اینجوری تا اینکه به جوجه گردون و روتیسری بخواید استفاده بکنید. این کار رو من بارها امتحان کردم، به خوبی جواب میده. یه سینی فر رو اندازه مناسبی که موادتون رو بتونید جا بدید، یک گریل روی این بگذارید،
در داخل فر 180 درجه اینا رو به این ترتیب که پوستشون به طرف بالا باشه تمیز و مرتب بکنید، پوست رو بکشید، لبه ها رو قشنگ مرتب بشه، نیم ساعت در فر 180 درجه و سپس درجه فر رو کم بکنید به 165-170 درجه، نیم ساعت الا 45 دقیقه دیگه ادامه به پختن اینو در بیارید. روی یه همچین توری، روی منقل عادی که از مقدار زغال خیلی کم استفاده کردید و حرارت ملایمی رو دارید ایجاد میکنید، اینا رو حدود 20 دقیقه روی آتیش ملایم اونجوری سطحشون رو برشته و کبابی بکنید و توی 5-6 دقیقه آخر باز یه مقدار از این سس رو با بروست، حالا اونا رو فردا شب با همدیگه میبینیم. حالی روش که ما میخوایم انجام بدیم راحت تر هست و طعم باربیکیو کبابی دودی خیلی بهتری خواهد گرفت. فردا شب با هم میریم یکی از خوشمزه ترین مرغ‌های کبابی رو که من مطمئنم که نظرتون رو جلب میکنه به اتفاق ما هم انجام بدیم درست کردنش رو. ببخشید اگه صدای بارون اذیتتون میکنه، ملاحظه بفرمایید که ابتدا کاری که انجام میدیم اینه که ما میخواییم یه آتیش دوال زون، در واقع یه آتیش دو منطقه‌ای اینجا ایجاد بکنیم. این قطعات که قطعات مشتی بهش میگن، اینا همه زغال چوب باقیه، از چوب درخت گلابی که هرس شده از باغات اطراف تهران و تبدیل به زغال اعلا شده. لینک به محل تهیه زغال خوب رو براتون میذارم. انجام یه همچین کاری ابدا با این زغالای کیسه‌ای که در این بقالیا میفروشن به هیچ وجه مقدور نیست و اصلا به صلاح هم نیست، چون مواد سمی که توی اینها وجود داره اینا تخت پاره ضایعاتی صنعتی و ساختمانی هستن، رنگ و سرب و انواع اقسام درد و مرض در اینها موجوده و بوی خیلی بدی هم به غذاتون خواهد داد. ما یه زون اینجا یه منطقه آتیش داغ درست کردیم، باربیکیو رو تقسیم کردیم. الان من گریل رو میگذارم روی این، در باربیکیو رو می‌بندم، دریچه پایین کاملا بازه، این دریچه رو هم 3-4 باز می‌کنم، 10 دقیقه الی 1 رو فرصت میدم تا گریل کاملا داغ بشه به دمای کاری برسه و شروع بکنیم به کباب کردن مرغ‌ها. نم نم باران به میخواران خوش است، رحمت حق بر گناهکاران خوش است. خب دوستان ببینید، با گذشت یه ربع من کاری که انجام دادم اینه که اول گریلم که داغ شده بود با یه بروس سیمی تمیزش کردم، بعد یه دونه تابه گذاشتم اینجا به اندازه یک بند انگشت آب ریختم این تو. این یکی از همون تابه های روسیه که دوستان خیلی سوال میکنن آیا اینا خوبه یا نه. این فقط به درد همین کار میخوره، به درد تماس با مواد غذایی نمیخوره. زغال و همه چیز آماده است، دمای کاریمون مناسبه، الان میتونیم شروع بکنیم به انجام کار. دوستان با توجه به نم نم باران با تراوتی که امروز داریم تجربه میکنیم، من ترجیح دادم که این قسمت باربیکیو کردن مرغ ناندوز رو در این هوای زیبای بهاری که عین شمال شده هوای تهران، الان شما اینجا قشنگ احساس میکنید که رامسر تشریف دارید، و تصمیم گرفتم که در این زمان اینو ضبط بکنم. حدود 2 ساعت ما تایم پخت داریم، یه خورده اینجا به صورت پارتیزانی داریم عمل میکنیم با توجه به وضعیت بارون. اینا رو از سمت استخونشون رو به پایین قرار میدیم
و ابتدا رون اینها رو به سمت مرکز میگذاریم. اینا رو میچرخونم. ببینید زغال من به این سمت هست، ناحیه آتشمون اینجاست و این ظرف آبی هم که اینجا قرار دادیم هم یه مقداری از چربی و جوسی که از جوجه ها میریزه رو به خودش جذب خواهد کرد و هم این که به طور ملایمی بخار میکنه، هم دمای داخل باربیکیو رو تعدیل میکنه، نمیذاره زغالا خیلی تند بشن و همین که رطوبت ایجاد میکنه و نمیذاره اینها خوش بشن. خب ببینید دمای دریچه هواکش بالا رو نصف باز میگذاریم و دریچه هوای پایین رو هم به همون مقدار نصف یا یه ذره کمتر از نصف. زمان پختی که من دارم در نظر میگیرم نزدیک به 2 ساعت هست. میخوام اینا رو یه خورده ملایمتر به مدت 1 ساعت و نیم توی باربیکیو بپزم در دمایی که حدود 160-170 درجه خواهد بود. در ویدیوی بوقلمون دودی بهتون نشون دادم که چجوری با ترمومتر با دماسنج دیجیتالی دمای داخل باربیکیو رو اندازه بگیرید. ویدیوی مفیدی هست، حتما ببینید. برای یادگیری جزئیات تکنیکای باربیکیو خیلی ویدیوی خوبی هست. اگر از زغال پوکتری دارید استفاده میکنید نیاز خواهید داشت بعد از حدود 1 ساعت یا حتی زودتر شاید یک مقدار زغال اضافه بکنید، چند تا تیکه درشت دوباره سرخ بکنید به این اضافه بکنید. به هر حال من طبق عادت که اینو به قول دوستان انگلیسی ما میگفتن، به من میگفتن که تو همیشه you're always babysitting a barbecue in the backyard، یعنی همیشه داری بچه داری یه باربیکیو رو میکنی، چون مثل بچه داری هم میمونه یه جریان پخت 2 ساعته 3 ساعته 4 ساعته روی باربیکیو این بیبی سیتینگ میمونه و بعد مواظب باشید که نتیجه خوب بگیرید، آتش، دما، شرایط رو مواظب باشید. اگر داره هنوز بارون میاد در جایی که شما هستید، مثل این جایی که هنوز نم نم بارون میاد، باربیکیو چرخدار الان خاصیتش در اینه که میتونید اینو به راحتی منتقل بکنید به زیر یک سایبون، یک قسمت محفوظی که آب روی نریزه، که افت دمای کمتری داشته باشه توی این مدت طولانی. با توجه به اینکه یه مقدار الان زود هست برای نوشیدن یه خنک مورد علاقه، البته این بسته به سلیقه شما داره، من الان میرم برای خودم یه قهوه درست میکنم، یک چپقی چاق میکنم تا برگردم بیام اوضاع رو بررسی بکنم. دناتس. خب ترمومتر رو در ضخیم‌ترین جای سینه فرو کنید، مواظب باشید با استخوان تماس نداشته باشه. ترتیب آتش رو الان می‌خوایم عوض بکنیم و برای درآوردن این تابه‌ای که الان بسیار داغ هست سعی بفرمایید که از دستگیره و دستمال و اینا استفاده نکنید، از یک وسیله مطمئن و قرص و محکمی استفاده بکنید که خدایی نکرده دچار حادثه نشید. این زغالا رو پخش میکنم من، ولی هنوز یه قسمت از باربیکیو رو یه کمتر از نصف رو خالی میگذارم. گریل رو برمیگردونم سر جای خودش و الان این جوجه ها رو توی زون دمای داغ قرار میدیم مستقیما روی زغال ها. از ابتدایی که ما شروع کردیم اصلا این جوجه ها رو من دست بهشون نزده بودم و الان برای اینکه ببینیم که این سطح زیری به چه صورتیه اینو چک میکنیم. این شروع کرده به برشته شدن و دوستان این جوجه ها خیلی خوب پختن. الان تو این مرحله دیگه مواظب باشید که دچار سوخت و سوز نشیم. دمای زغالا رفته بالا، دریچه هواکش پایین رو من الان دیگه کاملا میبندم. خب من یه لحظه گریل رو میچرخونم، جوجه ها رو تو ناحیه سرد قرار میدم.
این سس ناندوز الان موقعی است که ابتدای ویدیو خدمتتون عرض کردم که کاری که رستوران ناندوز انجام میدن، البته الان منوی متنوع تری دارن، ولی اون زمان فقط مرغ به این صورت بود که سرو میشد. الان برگر مرغ و یه چیزهای دیگه ای هم دارن. به اندازه یک قاشق چای خوری تقریبا، یه ذره بیشتر شاید، رو هر کدوم از مرغ ها بریزید، با برس پخش بکنید. الان مرحله دوم طعم‌دار کردن این مرغ هاست. توی 24 ساعتی که اینا مارینت شدن، طعم همه اجزا و ادویه های این سس به خورد مرغ رفته. الان یک اتفاق جادویی دیگری رخ میده که در معرض حرارت اینها حین برشته شدن، این سس وقتی که آتیش میبینه یک عطر و طعم‌های خیلی پیچیده تری رو از خودش آزاد خواهد کرد. و این سمت مرغ‌ها که تا حالا به سمت آتش نبودن و الان قرار میدیم روی ناحیه داغ، این قسمت پشت رو هم سس بهش میزنیم. اگر تندخور هستین، برای این مرحله میتونید از سس های تندتر ناندوز استفاده بکنید. خب ببینید الان این فلر آپ یا این شعله‌ای که داره بلند میشه منو نگران میکنه که تا قبل از اینکه بتونم کار مالیدن سس رو تمام بکنم، ممکنه که یه قسمت هایی از سطح پوست روی جوجه ها بیش از اندازه بسوزه. پس اینا رو الان دوباره برمیگردونم. یکی از زیبایی های باربیکیو طرح کتل، این باربیکیو گرد، اینه که این انعطاف پذیر رو به شما میده که با چرخوندن بتونید که ناحیه های حرارتی که مواد غذایی روش وجود دارن خیلی سریع عوض بکنید و در شرایطی که زمان مهمه، قابلیت انجام سریع این کار یک موهبت بزرگی هست. خب حالا نگاه میکنم ببینم که وضعیت چجوریه. و میبینید که وضعیت خیلی خوبه دوستان. یه خورده جا به جایی انجام میدیم. اینو یه خورده نزدیکتر به حرارت میذارم. خب دوستان ملاحظه بفرمایید. ببینید تفاوت بین زیبا گریل شده و سوخته الان روی این دما کمتر از یک دقیقه ممکنه باشه. پس بقیه کار رو الان داریم انجام میدیم. این پشت رو هم میخواییم حرارت بدیم. دیگه اینجا رو بیشتر از این اندازه لازم نیست که گریل بکنید و همه قطعات رو کاملا تحت کنترل داشته باشید. به زبان پرتغالی و موزامبیکی و آفریقای جنوبی که بهش میگن افریکنز، به زبانشون یه ورژنی از داچه، با شما صحبت میکنه. قسمت رو رو این یک قطعه جا داره که یه ذره برشته تر بشه. حدود یک دقیقه اینا بهش آتش بدید. ولی این قسمت زیر استخونی بعد یه خورده بیشتر بسوزه. اینو نگه میداریم آخر سر. آخرین کاری که انجام میدیم اینه که درجه کباب شدن اینجا رو تنظیم میکنیم. خب مشاهده بکنید دوستان که این قطعه رو یه نقطه خیلی داغی قرار داره، یه نقاطیش داره خیلی برشته میشه. اینو منتقلش بکنید به یه گوشه خنک‌تر، این سمت ضخیم‌تر سینه‌اش، اینجایی که یه خورده بیشتر آتیش لازم داره رو بذارید به طرف انرژی تابشی، به طرف زغال‌های سرخ. حالا آخرین کاری که انجام میدیم این هست که زیر رو شروع میکنیم به برشته کردن.
اینا موقعی که دیگه دارن حسابی برشته میشن، باز کم کم همون سمت پشت یعنی قسمت استخوانی اینا رو منتقل بکنید به یه ناحیه یه خورده سرتر تا خدمتتون عرض بکنم. و دوستان در این هوای زیبای دلپذیر بهاری این حرارت واقعا باعث میشه که آتش مضاعف ایجاد بشه. من لینک به وبسایت ناندوز برای دوستان میگذارم در دیسکریپشن در پایین ویدیو. توی صفحه خودش محتویاتی که توی این سوس هست رو نوشته، اگر علاقه من بودید دقیقاً بدونید چه چیزهایی هست میتونید ببینید و از این طریق میتونید با ناندوز بیشتر آشنا بشین. قطعاً این یک تبلیغ تجاری نیست. دوستان عزیز ما میدونن که سیاست ما در یامی گسترومه اینه که ما اصلا تبلیغ تجاری نداریم. این خانوم بلبل هم دارن تصدیق میکنن عرایز بنده رو. اولین بار پرتغالی ها بودند که این سس ناندوز رو، در واقع سسی با استفاده از فلفل پری پری به این ترتیب، با حالا نزدیک به این فرمول تهیه کردند، در پرتغالی هایی که در موزامبیک بودند. چه برای شفای بسیار با تجربه، چه برای دوستانی که تجربه آشپزی کمتری دارن، شما موقعی که یک مارینت و یک سس استاندارد شده دارین، در هر شرایطی اگر همون اندازه رو استفاده بکنید و به همون روش طبختون رو انجام بدین، به همون نتیجه خواهید رسید. اینطور نیست که یه دفعه شور بشه، یه دفعه شیرین بشه، یک دفعه بی‌نمک بشه. دوستان الان دمامون دیگه متعادل شده، روی سطح این زغال ها خاکستر گرفته، ولی هنوز انرژی تابشی قابل توجهی داره، نه به شدت چند دقیقه پیش. و این مرحله است که به قول معروف فاین تیونینگ انجام میدیم. توی رستوران این کارو خیلی سریعتر انجام میدن و اینو به هر نحوی که شده تو چند دقیقه برشته میکنن و سس میمادن میدن دستتون. شما در منزل خودتون وقتی این کار رو انجام میدید و 30-40 قطعه روی باربیکیو ندارید، اینو خیلی بهتر میتونید که تبدیل بکنید به یک اثر هنری خیلی زیبا و با دقت بیشتری این کار رو انجام بدید. و در این مرحله یک بار دیگه من توصیه میکنم که این سطح زیری رو بهش سس بمالید، که یه آتیش دیگه هم به این بدیم. مقدار کمتری الان این کارو میکنیم. این طعم های لایه لایه‌ای که داره اینجا اضافه میشه نتیجه خارق العاده ای داره. عین میل کردن اینو کاملا متوجه خواهید شد. اینا بیشتر قطعات استخون تیز هستن که یه کمی سوختن. ما از تکنیک دودی کردن اینجا برای این جوجه استفاده نکردیم، ولی این یه ذره سوختگی این قطعاتی که شما قرار نیست اینا رو میل بکنید، این باعث میشه که یک طعم خارق‌العاده کبابی به بقیه این جوجه سرایت بکنه. و این حتما یک کار واجبی است که من توصیه میکنم که انجام بدید. یه حرارت کوتاه دیگه به این سمتی که سس مالیدیم میدیم.
دوستان عزیز، بنده با اجازه شما این پروژه رو خاتمه یافته اعلام میکنم. این یک قطعه رو برای اینکه نتیجه رو با هم بررسی بکنیم برمیدارم. خب دوستان، این رانگ وضعیتش فوق العاده است و من خودم بیشتر سینه خورم و خیلی پوستم نمیخورم، ولی این پوست رو نمیتونید نخورید. یعنی اینو ملاحظه بفرمایید، ببینید چه اوضاع احوالی داره و در نهایت زیبایی است. و این قسمتی که بیشتر طعم گرفته رو من خدمتتون توصیه میکنم که اول امتحان بفرمایید. در این عصر زیبای بهاری که تهران تبدیل به رامسر شده، جدا عرض میکنم بوی عطر جنگل و خاک و بارون و صدای پرنده و صدای رودخانه و اصلا یک وضعیتی است که جاتون بسیار خالی. انسان‌های نخستین اگر می‌دونستن که اون دستاورد مهمشون تبدیل به چه شاهکارهایی قراره بشه، خیلی بیشتر به خودشون افتخار می‌کردن. حقیقتاً خدمتتون عرض می‌کنم که طعم خارق‌العاده‌ای داره. امیدوارم از این سوغات موزامبیک لذت ببرید. ما اینو با برنج و یک سالاد سرو خواهیم کرد. شما به هر نحوی که علاقه دارید سرو بکنید. ناندوز معمولاً به صورت کلاسیک فرنش فرایز یا سیب زمینی سرخ کرده در کنار این میگذاره. توی دیسکریپشن من یک سری پیشنهادات تقدیمتون میکنم که با چه ساید دیشایی، با چه کنار غذاهایی میتونید میل بکنید و ویدیوهای مربوط رو هم براتون لینک میگذارم. متشکرم که لطف فرمودید و حوصله کردید و همراه من بودید. امیدوارم که از این غذای فوق‌العاده حد اکثر لذت رو در کنار بهترین دوستانتون و خانواده عزیزتون ببرید. شب و روزتون بخیر. بون اپتیت.